بر علاوه مهم بودن موضوع برگزاری انتخابات ای که این انتخابات شفاف برگزار شود خیلی مهمتر و قابل بحث است. به همین منظور آقای زبیله ایسار مسئول ولایتی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان در بخش با خود داریم که در مورد شفافیت انتخابات و همچنان دلیل حضور کمرنگ مردم هم روشان صحبت میکنیم. آقای ایسار خیلی خوش آمدیم با برنامه. سپاس. سلامت باشین. ای که انتخابات امسال با وجود بسیار صحبتایی که در موردش بود بالاخره برگزار شده اما مردم خیلی حضور کم داشتن نبود امنیت و ای که بی باور هستن به این پروسه میتونه دلایلی از ای باشه که مردم کمتر حضور پیدا کردن به نظر شما دلیل در کجا بوده برام خداوند با کسب حضور شما سلامی ویژه و خاص انتخاباتی میفرستم برای تمام بیننده و مردم افغانستان اگر من یکی از ارگان های برگزار کننده انتخابات می بودم یقینا که خیلی نزد مردم خجیل و شرمسار بودم نمی فهم که با کدام جرأت باز هم ارگان های برگزار کننده انتخابات خصوصا که مثل مستقل انتخابات برای مردم پاسخ می تر. انتخابات ششی میزان یکی از بدنامترین، به اصلترین، به معناترین و باورترین انتخابات در سطح دنیاست که فکر میکنم در کتاب گینیس هم باید ثبت شود ما نگرانی های خود همواره در قسمت برگزاری انتخابات داشتیم خصوصا و خصوصا چند قبل نشست داشتیم با رئیس کمیسیون انتخابات بلخ و همطور با ارگان های امنیتی ما همواره نگرانی های خود مطرح کردیم که باید در قسمت برگزاری یک انتخابات نسبتا شفاف نه اینکه انتخابات 26 میزان یعنی پارلمانی برای بوده باشد تلاش بکنیم اما متاسفانه انتخابات امروز بدتر و در حقیقت به و به بی بیپلانتر از انتخابات 26 میزان و سایر انتخابات در افغانستان بوده که چند دلیل را میتونیم در اینجا لیست بکنیم اول اینکه در قسمت دستگاه بایومتریک و پرینترهایی که به اصطلاح کاری اساسی انتخابات است و جزی از مواد حساس انتخابات حساب میشه همواره که مستقل انتخابات برای نیات ناظر اطمینان داد که هیچ نوع مشکلی در این قسمت وجود نداره چون انتخابات پروسه ای است که باید ما برای برگزاری انتخابات سه پلان داشته باشیم پلان ای ما که عملا همو کاری هست که در سایه اتفاق میفته و بس بایومتریک و اینا هستند. پلان بی ما که اگر گیرم بایومتریک در حقیقت به کندی مواجه میشه یا خراب میشه یا اینکه مفقود میشه یا اینکه مخالفین به تاراج میبرد. ده ها مورد دیگر پلان بی چی باید باشه گیرون پلان بی به اصطلاح به چالش کشیده میشه پلان سی ما چی باشه متاسفانه ما از آدرس تلویزیون شما در آرشیف شما حفظ است از رئیس کمیسیون مستقل انتخابات بلخ همین سوال را مطرح کردم اونا گفتن که ما پلانی بی نداریم و با پلان اول که یعنی ای بحث دستگاه بایومتریک است 100 درصد انتخابات را برگزار میکنیم چون تجاربی گذاشته برای ما ثابت کرده بود که امکان نداره که ما انتخابات در این قسمت برگزار بکنیم یک بحثی بحث دوم در قسمت بحث امنیت بود ارگان های برگزار کننده انتخابات و نیروهای امنیتی ما خیلی خوشبین بودن که به این پروسه و فکر کردن این پروژه پروسه ساده و سطحی است انتخابات میشه و نگرانی ما جدا ای بود که در ولایت بلخ که ما 34 مرکز رای داریم چه قدرش باید باز شود این پلان تا دو روز قبل نه با کمیسیون مستقل انتخابات شریک ساخته شده بود نه هم بنیادهای ناظر و امروز ما میبینیم که از 152 مرکزی را که بعد با ما شریک ساخته شد که در ولایت بلخ گویا انتخابات میشه حدودا 130 مرکز انتخابات شد. در قسمت شهرک افغانی و اینا انتخابات برگزار نشده و اگر هم شده انتخابات توان با تقلب هست بحث سیون بحث آگاهیدی است کمیسیون مستقل انتخابات در قسمت آگاهی خصوصاً خصوصا در ولایت بلخ فوق ناکام بود فقط دو جلسه با یک تعداد افراد و اشخاص در دفتر مرکزیشان که از مرکز شهر مزار شریف بیشتر از 5 6 کیلو فاصله داره و در مناطق ناامن شهر مزار شریف هست اینا دایر کردن ما امروز هم برایشان گفتم که شما بهتر است که یک جلسه حداقل یک هزار نفر را در یکی از های پر ازدهام شهر برگزار بکنین تا مردم آگاهی حاصل بکنه از قره و قصبات از ولسوالی ها از سایر نقاط دیگر بیان بدانن که اهمیت انتخابات چی است و از جانب دیگر اعتبار از دست رفته انتخابات 26 میزان سال 2018 را ترمیم بکنیم ولی متاسفانه این کار نشد و در یک جلسه ما شاهد بودم که بیشتر از 20 نفر نیامده بود نقش زن ها هم در این جلسه فوق العاده کم بود ای بود جلسه آگاهی عامه آگاهی عامه یک بخش کلانی است کمیسیون مستقل انتخابات است که باید سریزی کار صورت می گرفت متاسفانه بی مردم عدم علاقه مردم نتیجه را به اینجا کشاند که عامل از شما در مراکز بروین از 400 برگه رایدهی که در یک کتاب کمیسیون مستقل انتخابات هست ما پیشتر در مکتب مولانا پیش از آمدن در اینجا مکتب مولانا بودم از 400 برگه 240 باقی من فقط 60 برگه استفاده شده بود یک وضعیت خیلی خطرناک نشون میده برای ما شرم آور است که حداقل با این شکل انتخابات برگزار میکنیم و میشه که چون پیش از برنامه ما در مورد صحبت کردیم گفتن که شکایتی آمده براتون با تصاویر و امو ویدیوهایی که گرفته شده از جریان او تقلب ها از جریان ای که شکایتی که برای شما رسیده میشه از اونا که بیشتر شکایت روی کدام موضوع بوده؟ دقیقا شکایاتی که برای ما آمده بیشتر کلیپ ها و عکس ها هستن که ما رو به سه کتگوری داریم اه. شکایتی که واقعا قابل سم است که بعدها امشب یا فردا شب فردا ما رو فلتر میکنیم و از لحاظ حقوقی میبینیم که چقدر اهمیت داره و چقدر پروسه را به چالش کشده این شکایت ناشی از ممکن کاندیدها بوده ممکن خصوصا دو کاندید قدرتمند ای شکایت ناشی از کارمندان انتخابات بوده ناظرین بوده و یا هم سایر ارگان های دیگر این شکایت ها را ما فلتر میکنیم کنیم کاتگوری بندی می کنیم بعد خیلی با سادگی می تونیم در اختیار شما قرار بدیم نشر بکنیم در اختیار نات های ناظر که بس به سلامت راه است اما طور کمیسیون شکایت شکایات شکایت های زیادی هست که ممکن امروز برای ما بیشتر از 100 شکایت آمده خصوصا بیشترین شکایات هم زمانی آمده بود که ساعت 7:30 و 7:50 خیلی از محلات هنوز هم باز نشده بود که شکایت شروع شده بود و خیلی از خصوصا دو کاندید پیشتاز و دو کاندید حکومتی ما در جریان مراکز رایدیهی کمپین های ویزیت کارت های خود داشتند و حکسی برای ما آمده که یکی از هواداران یکی از کاندید های پیشتاز در قد در مکتب مولانا دم دروازه ورودی مکتب موتر خود را با تمام پوسترهایش درقت توقف داده و مردم تشویق میکنه که تا گفته شده که پوسترایشان بعد داخل خود این مراکز هم وجود داشته دقیقا دقیقاً این میتونه تاثیر سود داشته باشه بالای روند انتخابات طبیعی است است کمیسیون همه شکایاتی که از وظیفه خیلی مهمش جمآوری شکایات و رسیدگی به او هست و هر نوع به اصطلاح شکایاتی که از لحاظ قوت و از لحاظ رسیدگی اهمیت داشته باشه برای کمیسیون همه شکایات آرای او قرنین میشه منحل میشه و از بین برده میشه بله حالا با این وضعیت طبیعی است که تنها حل ما در وضعیت کونی کشور ما امی انتخابات بود که متاسفانه با معلومات که شما ارائه کردین شاید نتونه که یک انتخابات موثر کامیاب باشه چی فکر میکنیم در اخیر اگر قرار باشه ای انتخابات یا این پروسه به نتیجه نرسه چقدر میتونه که بار منفی داشته باشه بالای که پروسه های بدی انتخابات اگر قرار باشه برگزار شود و بالای روان مردمی که چقدر بتونن باورمند باشن به این پروسه میدید دقیقاً دموکراسی بعد از 19 سال ثابت کرد که در جامعه ما ناکام است چون انتخابات یکی از مؤلفه های دموکراسی است در دنیا و نقطه دیگری که خیلی مهم است برای ما چهار میلیون رای دینده باید باشه و این وضعیت برای ما در ولایت های امن ما صحبت میکنیم اما در لغمان و پکتی پکتیا و پکتیکایی که چقدر صندوق پر شده یا پر میشه او گپ جدایی هست ممکن خیلی آرا از اینجا به دست بی... ها بیارن اما مورد قبول ما نیست آ... آ... بحثی است که از چهار میلیون رای دهنده اگر یک میلیون هشتز... آ... هشتصد هزار رای ریخته شود معنایش است که انتخاب به دوری دو دوباره به خاطر اینکه ما نصف مجموعه را نمیتونیم پورا بکنیم خاطر یک استاندارد وجود داره بس. اگر بالای دو میلیون یا دونی میلیون نهایتا سی میلیون رای بوده باشه انتخابات مورد قبول است از لحاظ ساختاری و از لحاظ تکنیکی ولی در قسمت شکایات در قسمت تخلفات و تخطیات جدا باید رسیدگی صورت بگیره بله. خیلی ممنون سوزرتان در برنامه سپاس اسمی که در آغاز هم گفتیم همکار بسیار خوب ما نصیر احمد شریفی به سایر مراکز رایدیهی در سطح شهر مزار شریف رفته و گزارش های را ماده ساخته میریم به گزارش بعدی که نصر شریفی را کرده با هم یک می میبینیم و در پای باز هم را دنبال بکنیم